دوستان سلام، من میثم هستم و اینجا هم کانال آزمایشات جذاب. دوستان زیادی درخواست ساخت الکل جامد یا بهتره بگیم سوخت جامد رو داده بودن که در این ویدیو همینطوری که در شورت ویدیو قولشو داده بودم بهتون خدمتتون رسیدم تا با هم یک سوخت جامد یا همون الکل جامد رو با هم سنتز کنیم. خب برای ساخت الکل جامد به این روش ابدایی ما مقداری صابون سنتی رنده شده نیاز داریم و یه مقداری متانول و یه بنماری. اگر بنماری در خونه نداشتین شما میتونید از یه قابلمه یا مایتابه هم استفاده کنین که داخلش یه مقداری آب بریزین و بذارین روی شعله گاز و بجوشه و بتونین ازش به عنوان بنماری استفاده کنین. ما اینجا باید متانول رو حرارت بدیم که کار خطرناکی، اگه بخوایم روی شعله حرارتش بدیم بهتره به صورت حرارت غیر مستقیم یا روی بنماری باشه یا روی هات پلیت، ولی پیشنهاد میکنم که روی بنماری باشه چون بنماری حرارت ملایم تری برای ما ایجاد میکنه نسبت به هات پلیت. خب میریم برای ساخت و سنتز سوخت جامدمون. خب قبل از اینکه بریم سراغ ساخت سوخت جامد یا الکل جامد، از دوستانی که به تازگی به کانال ما پیوستن و کانال آزمایشات جذاب رو مشاهده میکنن، در صورتی که از این مدل آزمایشات خوشتون میاد دوستان، یه سری به سایر ویدیوهای دیگه ما هم بزنین در کانال. موارد کاربردی زیادی براتون گذاشتم، ما رو حتما سابسکرایب کنید. دوستان و همراهان و علاقمندان همیشگی ما هم طبق معمول محبتتون شامل حال من بشه و با لایک ها و کامنت هاتون به ما دلگرمی بدین و ما رو حمایت کنید. ممنونم ازتون. خب من بنماری رو زدم به برق و همینطور که میبینیم بخار ازش بلند میشه و به جوش اومده آب. تو این مرحله ما یه بشر نیاز داریم و مقداری صابون رنده شده. من صابون رنده شده رو داخل بشر میریزم و روش مقداری متانول میریزم. ببینید متانول زیاد نریزین، یه مقداری بریزین که به خورد صابونتون بره. خب اینو میذاریم داخل بنماری تا کاملا ذوب بشه. دوستان متانول همینطور که قبلا هم گفته بودم الکلی سمی و حتما موقع کار کردن جایی باشین که تهویه مناسب داشته باشه یا زیر خود این آزمایش انجام بدین. طور که میبینین صابون ما به همراه متانول ما دارن داخل بشر ذوب میشن. طور که گفتم روش های زیادی برای تولید این سوخت های جامد یا قرص های سوختی یا الکل جامد وجود داره و این ساده ترین روش ساخت هست که خدمتتون دارم آموزش میدم. تقریبا ذوب شده صابون ما در متانول. شما میتونید از اتانول و ایزوپروپیل الکل هم استفاده کنید. برای سفید شدن رنگ سوخت جامدمون که به صورت قرص های سفید رنگ در بیاد، میتونید از مقداری کلسیوم کربنات پودری یا اکسید زینک پودری یا TiO2 پودری هم استفاده کنین. اگر اکسید روی پودری دم دست ندارین میتونین از
پودر بچه یا پودرهای سوختگی بچه هم استفاده کنیم. خب من یه مقدار اینجا ZNO دارم و به محلول اضافه میکنم، هم رنگ محلول منو سفیدتر میکنه، هم یه مقداری استحکام و سفتی میده به سوخت جامدمون. به مرحله ذوب رسید دیگه حرارت ندین، چون باعث تبخیر تمام متانول میشه و یه مقداری آتشگیریش رو میاره پایین تر. خب در همین مرحله که ذوب شده اینو بر میداریم، یه مقداری هم میزنیم و قالب ریزی میکنیم داخل قالب. من میذارم قالب یه مقداری خنک بشه، از قالب در میارم سوخت جامد و برای تستش مجدد میام. خب اینم از شکل نهایی قرص سوختی یا الکل جامد. میریم برای تستش. من اینو نصفش میکنم که راحت تر بتونیم آزمایش انجام بدیم. خب یه دونه از این تکاک شکستیم رو بر میداریم و میذاریم روی ظرف تستمون و آتش میزنیم ببینیم به چه صورتی میسوزه. هوا روشنه، نمیدونم شعله دیده میشه یا نه. این روند کلی سوختش هست دوستان. امیدوارم که از این آزمایش هم لذت برده باشید.